اسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان شاگردان خوب و همراهان عزیز برنامه دریچه دانایی سلام وقتتان بخیر در هشتمین جلسه از مضمون بیولوژی صرف هشتم هستیم امیدوار هستیم که درس گذشته را همه شما شاگردان خوب به خوبی مطالعه کرده باشید تا در ارزیابی که در ابتدای درس امروز داریم بتونید به سوالا به درستی جواب بدید خب شاگردای خوب من درس گذشته را در قالب جملات صحیح و غلط با یکدیگر ارزیابی میکنیم زمانی که ارزیابی ما و شما به صورت جملات صحیح و غلط هسته احتیاج به یک تمرکز بیشتر و دقت بیشتری میطلبه سوال اول بعضی نباتات چندین حجروی و دارای انساج مشخص است ای از جمله سوالاتی هست که نیاز به دقت بسیار زیادی داره تمام جمله صحیح هست و با آوردن یک کلمه بعضی در اینجا ما باید دور قین را حلقه کنیم چرا که نباتات همه نباتات چندین حجروی هست اما در سوال گفته بعضی نباتات پس با آمدن کلمه بعضی ایج معنای از جمله تغییر می‌کنه. سوال دوم گلوکوز اضافی در ریشه ساقه و برگ گیاه یا نبات ذخیره میشه این جمله کاملا صحیح است چون گلوکوز های اضافی در همین سه بخش در نبات ذخیره میشد سوال سوم دیوار حجروی از چوب است و در بعضی نباتات از سلولوز اگر از جلسه گذشته به یاد داشته باشید در این جمله جای کلمه چوب و سلولوز با یکدیگر دیگر عوض شده یعنی این جمله ما در حال حاضر غلط است چرا چون دیوار حجروی از سلولوزه و در بعضی از نباتات چوبی میشه در تمام نباتات چوبی نمیشه پس اینجا دیدی دو کلمه جایش عوض شده سوال چهارم دیوار حجروی در نباتات نقش استحکامی و شکل دهی به حجره را دارد این جمله کاملا صحیح است. خب شاگردای خوب ما در این جلسه هشتم ما و شما وارد تقسیم بندی نباتات میشیم. کلیاتش در جلسه گذشته گفته بودیم. حالا بریم و با جزئیات بیشتری نباتات با یکدیگر بخوانیم. نباتات یا گیاهان به دو گروه وعایی و غیر وعایی تقسیم بندی میشه نباتات وعایی خود به دو گروه تقسیم میشه نباتات وعایی دانه دار و نباتات وعایی بدون دانه نباتات وعایی دانه دار باز خود به دو گروه تقسیم میشه دانه دار گلدار و دانه بدون گل که گفتیم به گروه پایین بازدانگان و به گروه بالا نهاندانگان هم گفته میشه نهاندانگان به دو گروپ تک مشیمه و دو مشیمه تقسیم میشه نباتات وعایی بدون دانه سرخص ها هست و نباتات غیر وعایی خزه ها هست حالا یک خزه را اگه ما برای شما بکشم تقریبا خزه ها به این شکل هسته در طبیعت خب درس امروز ما و شما آشنایی با همین نبات هست خزه ها که جز نباتات بودن با یک دیگر بریم بخوانیم ببینیم چه ویژگی ها و خصوصیاتی را این خزه ها دارن فراوانترین گروه نباتات نباتات غیر وعایی خزه هست یعنی رایجترین مثالی که ما برای نباتات غیر وعایی میتونیم بزنیم خزه ها هست اما خزه ها از چه بخشایی درست شده این خزه ها چگونه رشد میکنه چگونه تکثیر پیدا میکنه را با یکدیگر میخوانیم تا یاد بگیریم نباتات غیر وعای. با شنیدن کلمه وعایی شما باید انساج نباتات به خاطر بیارید در بیولوژی سنف هفت خواندید که نباتات نوعی نسج انتقالی یا وعایی داشت که شامل دو بخش زایلم و فلویم بود. زایلم ها آب و مواد معدنی را از خاک به وسیله ریشه جذب می کردند و به برگ می و فلویم ها گلوکوز و ترکیبات ساخته شده در ترکیب زیایی یا فوتوسنتز گرفته و به سر تا سر گیاه توضیح می کردن. خب اما خزه ها چون جزو گروه نباتات غیر وعایی هست پس ما انتظار داریم که زایلم و فلویمی نداشته باشد. این خزه ها در جاهای مرتوب و سایه رشد میکنند. برای رشد خود نیاز به مقداری رطوبت داره و سایه هم وجود داشته باشه تا به خوبی رشد کنه ساقه ریشه و برگ حقیقی ندارد این ای یعنی چی این میگه یعنی این نبات ما به ظاهر مشابه نباتات دیگه هست اما ما میدانیم از ویژگی های اصلی نباتات اینه ریشه و ساقه و برگ باید داشته باشه چون اینها بسیار ساده تر هست و ابتدایی تر هستند. در ظاهر ما یک اجزای شبیه برگ میبینیم ولی اونها ریشه برق یا ساقه حقیقی نیست در عوض یک بخشی به نام ریزوئید داره که در تصویر مانیتور هم شما ای را در زیر خاک به صورت یک رشته های بسیار نازکی که مشابه ریشه هست حتی در بعضی از کتاب های علمی ریزوئید به معنای ریشه نما ترجمه میکنند. پس اینا ریشه نماین خود ریشه نیستن کاری که اینو انجام میده جذب آبه فراموش نکنیم که خزه فقط از ریزوید آب نمیگیرن از هر قسمتی از بدن خزه میتونه آب وارد خود نبات بشه من جمله از قسمت ریزوید یا ریشه نما نباتات غیر یعنی گروه غیر ها سه گروه از نباتات شامل میشه خزه ها، لیورورس و هارنورس خزه ها که تصویر اینا رو کشیدیم و در مانیتور هم میبینین باز به توضیح لیورورس و هارنورس برسیم اینها نباتات جگرمانند هست به همین خاطر هست که به اونها لیورورس گفته میشه پس اگر در امتحان از ما و شما سوال بشه یا در سوالات چهار گزینه‌ای کدام نباتات, جی، نباتات زیر متعلق به گروه نباتات غیر هست خزه ها را معمولا سوال نمیدن چون خزه ها انقدر معروف هستن که همه میدانن اما لیورورس و هارنورس فراموش نکنین که جز نباتات غیر وعایی هستن شاگردای خوب اگه یک روزی به میله رفته باشید و در اطراف جوی ها و یا برکه های آب نشسته باشید شاید شما خزه ها را دیده باشید اما تا به امروز به اونا دقت نکرده باشید این خزه ها به صورت یک نباتات یا علف های خودرو هستند و خیلی سریع هم رشد میکنند اما ببینیم که اینا نوع تکسر اینها به چه صورت است چند نوع تکسر رو ما در خزه ها بینیم خب خزه ها به شکل یک کتله نباتی سبزرنگ در کنار جوی جاهای مرتوب و جنگل ها رشد می کنند. حتی روی تنه درختان، روی سنگ ها، هر جایی که رطوبت وجود داشته باشه، این خزه ها را ما میتونیم اونجا ببینیم. تکسری که خزه ها دارن دو نوع تکسر هست. هم تکسر غیر زوجی و هم تکسر زوجی دارن. اما تکسر زوجی و غیر زوجی چی هست؟ در سالهای گذشته یک چیزایی را در کتاب ساینس خواندین و در بیولوژی سنف هفت هم تا حدودی به او اشاره شده اما ببینیم که تکسر زوجی و غیر زوجی چه تفاوتی با یکدیگر داره ما دو مبحث تکسر زوجی و غیر زوجی را نه تنها در خزه ها بلکه در بسیاری از حیوانات و نباتات دیگر هم بینیم. این نکته را به خاطر داشته باشید که در هر تکسری که دو والد شرکت میکنه تکسر تکسر زوجیه و در هر تکسری که یک نوع والد هست تکسر ما غیر جنسی خواهد بود پس دو نوع تکسر داریم تکسر زوجی و تکسر غیر زوجی تکسر زوجی در نتیجه فرایند لقاح هست و زایگوت به وجود می آید که دو جنس شرکت میکنه اما در تکسر غیر زوجی ما یک والد را میبینیم که شرکت داره چندین نوع تکسر غیر زوجی هست که قبلا هم خواندین مثل قلم زدن مثل پیوند زدن مانند جوان زدن و تکه تکه شدن یا پارچه پارچه شدن حالا خزه ها تکسر غیرزوجیشان از نوع تکه تکه شدن یا پارچه پارچه شدن هست هر قسمتی از خزه که تکه تکه بشه و در مجاورت خاک و رطوبت قرار بگیره میتونه رشد کنه و یک خزه جدیدی را به وجود بیاره خب شاگرده خوب دیدیم که خزه ها چگونه تکثیر پیدا میکرد هم تکسر زوجی داشت و هم تکسر غیر زوجی داشت که توضیح دادیم اما تکسر غیر زوجی چگونه اتفاق میفته به چه شیوه هایی هست چه زمانه هایی و چرا ما تکسر غیر زوجی را استفاده می کنیم؟ و مزیت های این روش چگونه خواهد بود تکسر غیر زوجی ساده ترین روش تکسر غیر زوجی قلم زدن هست در روش قلمه زدن بخشی از نبات از نبات اصلی جدا میشه یعنی جدا کردن شاخه یا برگ نبات هست ما میاییم یک قسمت از نبات را یا شاخه یا برگش جدا می کنیم حالا او قسمت جدا شده را یا در داخل آب و یا در داخل خاک قرار میدیم تا مجددا ریشه کنه وقتی یک نبات ریشه تولید بشه در همون قسمت قلمه ما بعد از تولید ریشه دیگه آماده است که او را در جای ثابت خودش حالا دا یا در دا داخل گلدان گله یا در باخچه منزل است یا باغ یا هر جای دیگه هست ما اونجا دیگه او را کشت بکنیم و قرار بدیم پس در قلمه زدن ما از تخم نبات استفاده نمی کنیم فقط از شاخه بخشی از شاخه یا برگی گیاه یا نبات استفاده می کنیم اما در قسمت پیوند زدن اینجا دو گیاه یا دو نبات شرکت داره دو نبات شرکت دارد مثال میزنیم ما دو درخت توت داریم یکی توت سفید و یکی توت سیاه داره این دو تا تقریبا باید از یک نوع باشه دو نباتی که در همدیگه پیوند میدیم ما و شما میایم چیکار میکنیم یک شاخه از نبات درخت توت سفید جدا میکنیم میبریم در درختی که توت سیاه داره حالا او از او هم یک شاخه شم شا میکنیم این شاخه توت سفید و توت سیاه پیوند میزنیم این پس به چه صورت شد یک قسمت از نبات اولیه را جدا میکنیم به جای از او ما یک شاخه را از یه نبات دیگه قرار میدیم و اون را میبندیم به مرور زمان یک چند روزی که گذشت آهسته آهسته تقسیمات میتوسیس انجام میشه و این شاخه جدید و شاخه به همون درخت اولیه ما پیوند میخورم این درخت رشد میکنه و در زمانی که میوه برسه و توت بده میبینیم این درخت یک شاخشی توت سفید داره ما بقیه شاخه ها توت سیاه داره پس در روش پیوند زدن یک نبات به نبات دیگه روی او قرار میگیره اما در روش قلمی زدن یک بخشی که جدا شد دیگه ما باید او را یا داخل آب یا داخل خاک بگذاریم تا ریشه بده اینها روش هایی است که دیگه ما از هم خود یک نباتی به جنسیت همکاری نداریم از همون برای تکثیرش استفاده میکنیم روش دیگر روش جوانی زدن هست این روش هم روش های متداولی هست که در کشور ما و شما در وطن ما زیاد از این روش ها استفاده میشه من مثلا برای تکثیر کچالو کچالو یا سیب زمینی را خود شما دیدید اگر دیرتر در منزل یا خانه بمانه و ما دیرتر از او استفاده بکنیم خود نباد چه پیاز باشه، چه کچالو باشه، جوانه میزنن. در روش جوانه زدن چی میکنن؟ حالا مثلا اگر یک سبزمینی یا کچالو رو در نظر بگیریم، یک قسمتش جوانه داره. میان و همین جوانه را از این نبات جدا میکنن. یعنی نبات اولیه جوانه را جدا کرده. حالا این جوانه یا این بخشی که دارای جوانه هست را در زیر خاک قرار میدن و با آب میریزن و مراقبت هایی که اون نبات نیاز داره آهسته آهسته این جوانه رشد پیدا میکنه حالا یک سوال پیش میاد خب ما چرا باید همین جوانه رو به تنهایی جدا نکنیم که یک قسمتی از این نباد هم همراه جوانه جدا بشه ای به این دلیل هست که وقتی که ما این جوانه را به همراه مقداری از این کچالو جدا میکنیم یک کم طول میکشه تا او جوانه ما رشد کنه و ریشه بده در این مدت زمان و در این فاصله احتیاج به مواد غذایی داره احتیاج به برای رشد کردن و ریشه زایی احتیاج به انرژی داره پس بنابراین از همو انساج اطراف کچالو که همراه جوانه جدا شده برای رشد ابتدایی استفاده میشه این قسمتی که دارای جوانه بود وزیر خاک که قرار گرفت کم کم رشد میکنه و خود این گیاه ما و شما برای خود هم به سمت بالا و هم به سمت پایین هم ریشه زایی رو داریم و هم شاخه و ساقه جدید رو نبود به وجود میاره اینا روش هایی بود که به عنوان تکسر غیر زوجی بود و در روش تک تک شدن هم که در خزه ها اتفاق میفته به این صورت هست که هر بخشی از خزه هر بخشی از نبات خزه ما و شما که تکه, تکه بشه و جدا بشه و خودش مجددا در خاک مرتوب قرار بگیره رشد میکنه و آهسته آهسته یک خزه جدیده به وجود میاره اما ای چه فرقی داشت با روش جوان زدن در جوان زدن ما فقط بخشی از کچالو را که جوان داره باید جدا کنیم اما در این روش تک تکه شدن هیچ فرقی نمیکنه هر قسمتیش که جدا بشه اگر در مجاورت خاک مرتوب قرار بگیره رشد میکنه و نبات جدید میسازه این روش ها روش هایی هست که در تکسر غیر زوجی استفاده میشه اما در تکسر زوجی به این صورت نیست تکسر زوجی یک فرایند بیولوژیکی و طبیعی هست که در نباتات ما دو تا جنسیت مذکر و مؤنث در فرایند لقا زایگوت به وجود میاره این زایگوت رشد میکنه و به عبارت همو بذر یا دانه است رشد میکنه و یک نبات جدید را به وجود میاره که با توجه به ویژگی های نباتات شرایط رشد زایگوت هم متفاوته بعضی از نباتات قبل از اینکه ما دانه اونها را زیر خاک بکاریم باید اول در آب قرار بدیم تا او پوسته سخت و محکمش جدا بشه یا یا کمی سستر بشه تا وقتی در زیر خاک ما قرار دادیم براحتی رشد بکنه و جوانه بزنه این روش های تکسر بود اهمیت خزه ها چندین نکته هست یکی اینه که خزه ها در سختترین جاهایی که حتی نباتات دیگر رشد نمیکنه هم اینا میتونن رشد بکنن مثال گفتیم حتی بر روی سنگ بر روی تنه درختان اینا میتونن رشد بکنن اینا بسیار برای ما اهمیت داره چرا چون بعد از مرگ خزه ها بقایای بدن یا پیکر همین خزه ها که توسط تجزیه کنندگان تجزیه شد باعث قنی شدن خاک میشه عناصر موجود در ساختار خود خزه توسط تجزیه کنندگان به خاک برمیگرده و این خاک غنی هست خاکی قبلا اونجا خزه باشه از نظر کشاورزی محصولات بیشتری را تولید میکنه نقش دیگری که خزاها داره و بسیار هم مهم هست باعث حفظ خاک میشه و به چه صورت است از طریق همون ریزویدها یا ریشه نماهای خودشان ذرات خاک به یکدیگر میچسبانه و در نتیجه اگر باد یا آبی از اونجا عبور کنه ذرات خاک با خودش حمل نمیکنه پس بنابراین در هر منطقه ای که خزاها وجود داشته باشه هم خاک اونجا قنیتر هست و هم اینه که خاک اونجا حفظ میشه سبب نگهداری حفظ خاک میشه در مناطقی که باد زیاد باشه به مرور زمان ای باد ذرات خاک با خود میبره و از نظر کشاورزی زمین روز به روز فقیرتر میشه و محصولات خوبی را تولید نمیکنه ما و شما اگه بدانیم که در این جور مناطق اگر ما خزه ها و گیاهان یا درخچه ها را اونجا پرورش بدیم باعث میشه هم خاک ما و شما حاصل خیز بشه هم ذرات خاک به وسیله باد یا آب کمتر جابجا جا بشه و کیفیت خاک کاهش پیدا نکنه خب شاگردای خوب ما وارد مبحث سرخسا نمیشیم چون سرخس ها یک موضوع جداگانه است ان در جلسه بعدی در بررسی ها با یک دیگه میپردازیم ان که همه شما عزیزان در پناه خداوند جور و صحتمند بمانید و تا جلسه بعدی درس گذشته را به خوبی بخوانید و ان با یکدیگر اگر عمری بود سرخس ها را میخوانیم و یاد میگیریم همه شما عزیزان تا جلسه بعدی به خدای بزرگ و مهربان میسپارم خدایا رو نگهدار